مدیا کده مرجع کامل کتاب های صوتی روز دنیا بوکلایت کتاب هر چیزی قابل مذاکره است نوشته هرب کوهن بهترین مذاکره کننده دنیا به شما آموزش می دهد چطور چیزهایی که می خواهید را به دست آورید با مطالعه این کتاب می مذاکره چه نقشی در زندگی ما دارد و چگونه می توانیم فن مذاکره را یاد بگیریم هرب کوهن در سرتاسر سر این کتاب سعی کرده است روند مذاکره را با ارائه داستان ها و مثال ها توضیح دهد مذاکره در تمام مقاطع زندگی ما نقش دارد هر وقت تلاش می کنیم اختلاف نظری را حل کنیم رابطه ایجاد کنیم و بسیاری دیگر از عرصه ها در حال مذاکره هستیم برای همه ما رئیس، مشتری، موجر، همسایه، بانکدار، دلال، پزشک، وکیل، فروشنده، حسابرس اداره مالیات و یا حتی عضوی از, از خانواده زندگی تلاشی مداوم برای تحت تاثیر قرار دادن دیگران است چون ما همیشه در تلاشیم تا دیگران را با خود هم نظر کنیم فارغ از اینکه به چه دلیلی مذاکره می کنید اغلب رفتار و اعمال شما امکانات و قدرتهای های دارند که می توانید با بهره گرفتن از آنها در مذاکرات مختلف موفق شوید در این بوکلایت به این پرسش ها پاسخ داده می شود چه عواملی بر نتیجه مذاکره تأثیر می گذارد؟ چه استراتژی هایی برای مذاکره وجود دارد؟ مهارت های مذاکره چه اهمیتی دارند؟ بوکلایت شماره یک اکثر مسائل قابل مذاکره هستند پس باید فن مذاکره را خوب یاد بگیریم زندگی جریان مستمری از مذاکره هاست اگر بخواهید پسرتان در رستورانی با کلاس درست رفتار کند یا از رئیستان بخواهید که حقوقتان را افزایش دهد باید با آنها مذاکره کنید عملا هر موقعیتی که در آن تلاش در تغییر رفتار کسی دارید مذاکره محسوب می شود. اکثر مسائل قابل مذاکره هستند. اگر بدانید چگونه باید مذاکره کنید، قیمت لباس در هایپر مارکت های با کلاس، مبلغ رهن یا جریمه های پلیس راهنمایی و رانندگی نیز قابل مذاکره هستند. حتی سازمانی انعطاف ناپذیر و بدنام مثل اداره مالیات نیز با شما مذاکره می کند. زیرا کارمندان اداره مالیات نیز افرادی مثل من و شما هستند. حال که متوجه شدیم مذاکره کردن در همه جای زندگی ما نقش دارد، فکر نمی کنید وقت آن رسیده که فن مذاکره را یاد بگیریم؟ بعضی اوقات مذاکره یعنی حرف زدن با فرد درست و مناسب. هر سازمانی سلسله مراتب مربوط به خود را دارد و اعضای پایین مرتبه تر از قدرت کمتری برای رساندن شما به هدفتان برخوردارند. پس اگر پادوها نمیتوانند به شما کمک کنند از آنها بخواهید تا شما را به درجات بالاتر یعنی مدیر یا رئیس و دیگر افراد بالادستی معرفی کنند و با آنها صحبت کنید تا فردی را پیدا کنید که قدرت کافی برای امتیاز دادن به شما را داشته باشد. یک بار در هتلی در مکزیک به نویسنده گفته شد که هتل اتاق خالی ندارد. او به آرامی خواست تا با مدیر هتل صحبت کند و این پرسش ها را از او پرسید. آیا اگر رئیس جمهور مکزیک نیز به اینجا بیاید باز هم اتاق خالی ندارید؟ چرا؟ معلوم است که داریم. خب رئیس جمهور گفت که نمیتواند بیاید پس من اتاقشان را قبول میکنم. به طور کلی تنها عواملی که باید بر تصمیمتان برای مذاکره بر سر چیزی تأثیر گذار باشد موارد زیر هستند. آیا برای مذاکره درباره این موضوع راحت هستید؟ آیا با مذاکره به خواسته دست پیدا می کنید؟ آیا این خواسته ارزش این همه تلاش را دارد؟ در این بوکلایت درباره اهمیت مذاکره و نقش آن در زندگی روزمره ایمان صحبت کردیم. در بوکلایت بعدی مذاکره به سبک شوروی را بررسی می کنیم. بوکلایت شماره دو از مذاکره به سبک شوروی دوری کنید. آنها مذاکره را با میدان نورد اشتباه می گیرند. بعضی افراد مذاکره را یک نبرد برد در نظر می گیرند که اگر یک طرف مذاکره چیزی به دست آورد یعنی طرف مقابل چیزی از دست داده است. چنین استراتژی برد به هر قیمتی در سراسر جهان استفاده می شود ولی شوروی سابق مثال بارز استفاده آن است از آنجا که این تاکتیک های مذاکره بسیار گسترده هستند باید بتوانیم آنها را شناسایی کنیم و خود را از گزند آنها مسون بداریم یکی از ویژگی های بارز مذاکره گران به سبک شوروی این است که آنها با موضع اولیه مزهکی مذاکره را آغاز می کنند و پس از آن نیز حاضر نیستند امتیازات قابل توجهی به طرف مقابل بدهند. وقتی که اتحاد جماهیر شوروی به دنبال خرید زمینی در لانگ آیلند برای استفاده تفریحی سفارت خود بود، برای ملکی که 420 هزار دلار ارزش داشت، ابتدا پیشنهادی به ارزش 125 هزار دلار ارائه کرد. وقتی که فروشندگان قیمت را به 360 هزار دلار کاهش دادند، مسئولان شوروی این کار را به منزله ضعف دانستند. در نهایت آنها پیشنهاد خود را به 133 هزار دلار افزایش دادند. چنین امتیازات ناشی از خصاستی مخصوصا در لحظات پایانی در بین مذاکرهگران به سبک شوروی مشهور است. زیرا امیدوارند که نزدیک شدن به موعد مقرر به طرف مقابل فشار بیاورد و از مواضع خود کوتاه بیاید از دیگر تاکتیک های مذاکره به سبک شوروی می به استفاده از مذاکره گران با قدرت و اختیار محدود اشاره کرد یعنی افرادی که به تنهایی نمی توانند به طرف مقابل امتیاز دهند در حقیقت انجام چنین کاری به ضرر خودشان است تاکتیک های احساسی مانند زورگویی، ترک میز مذاکره یا حتی گریه کردن نیز اغلب در مذاکرات استفاده می شوند. آیا تا به حال با کسی مذاکره کرده اید که غرق در اشک شود؟ در چنین موقعیت هایی معمولا هر چیزی که طرف مقابل بخواهد به او می دهید. شاید چنین تاکتیکی در مذاکرات جدی کاری استفاده نشود اما در جر های زن و شوهری بسیار رایج است. اگر با یک مذاکره گر به سبک شوروی مواجه شدید، شاید فقط دلتان بخواهد میز مذاکره را ترک کنید و گزینه های دیگر را بررسی نمایید. ولی اگر وارد مذاکره با او شدید، حدودی که از قبل برای خود تعیین کرده اید را زیر پا نگذارید و در مقابل تاکتیک های احساسی خونسردی خود را حفظ کنید. بوکلایت شماره 3 زمانی که نیازهای همه افراد شناسایی و هماهنگ شود می توان مبتنی بر همکاری و برد برد داشت طرز فکر مذاکره برد باخت به این معناست که گویی مقدار محدودی کیک داریم و هر کس برای کسب بیشترین سهم ممکن از این کیک می جنگند. اگر هر دو طرف مذاکره بی بجنگند راه حل مرسوم مصالحه و توافق است که برخلاف فوایدش به این معناست که هر دو طرف مذاکره از برخی خواسته های خود گذشتند ولی می توان مذاکره برد برد نیز داشت معمولا افراد بر روی خواسته های طرف مقابل تمرکز می کنند ولی باید به دنبال فهمیدن نیازهای اساسی و تمایلات بیان نشده آنها نیز باشند افراد مختلف نیازهای منحصر به فرد و متفاوتی دارند. به همین جهت می توان بدون اینکه کسی چیزی از دست دهد به نقطه ای رسید که همه راضی باشند. برای این مهم باید نیازهای آنها هماهنگ شود. تصور کنید خانواده ایتان می تصمیم بگیرند که برای تعطیلات به کجا بروند. این مذاکره که طبعا باید مذاکره ای شاد باشد به بمبستی تبدیل می شود که همسرتان میخواهد به مشهد برود پسرتان میخواهد به شمال برود ولی شما اسفهان را ترجیح میدهید این خواسته ها آشتی ناپذیر به نظر میرسند اگر بتوانید دلیل خواسته های موجود را بیابید شاید بتوانید نیاز تمام افراد را برطرف کنید پسرتان میخواهد به جایی برود که طبیعتی زیبا داشته باشد همسرتان میخواهد به جای زیارتی برود و شما می به جایی بروید که مکانهایی تاریخی داشته باشد. پس از اینکه متوجه این موضوع شدید می فهمید که شیراز نیازهای همه را برطرف می کند و این وضعیت بغرنج حل می شود. آمدی که همیشه مذاکرات برد برد را ممکن می سازد، اعتماد است. بدون اعتماد هیچ کدام از دو طرف مذاکره حاضر به بیان نیازهای واقعیشان و امتیاز دادن به طرف مقابل نیستند. بنابراین غیر از مواردی مانند مثال بالا که طرف مذاکره خانواده ایتان است باید بین خودتان و طرف مقابل اعتماد ایجاد کنید یعنی قبل از نشستن بر سر میز مذاکره باید تلاش کنید رابطه ای با طرف مقابل بسازید و در حین مذاکره بر روی اهداف مشترکتان منف دهید در این بوکلایت درباره مذاکرات برد برد و مبتنی بر همکاری صحبت کردیم در بوکلایت بعدی چند مورد از قدرت هایی که افراد در مذاکره در اختیار دارند را بررسی می کنیم. بوکلایت شماره چهار برای داشتن مذاکره‌ای موفق باید از قدرت هایی که در اختیار دارید استفاده کنید. معمولا دو طرف مذاکره از قدرت های متفاوتی برخوردارند. به عنوان مثال وقتی با رئیستان مذاکره می کنید او معمولا قدرت بزرگی در اختیار دارد. قدرت پاداش دادن یا تنبیه کردن. او می تواند با کارهایی که به شما محول می کند به گونه ای به شما پاداش دهد یا شما را تنبیه کند. ولی انواع دیگر قدرت که اینقدر واضح نیستند نیز بر مذاکرات تأثیر میگذارند. فرض کنید وارد هایپرمارکت میشوید تا یخچال بخرید و سر قیمت یخچال با فروشنده گفتگو میکنید. انتخاب دیگری که دارید به شما در مذاکره قدرت میدهد. اگر به راحتی بتوانید در مغازه آن طرف خیابان نیز دقیقا همان یخچال را بخرید، در موقعیت قدرت قرار دارید. ولی اگر خانواده ایتان در ماشین منتظرتان هستند و به شما گفتن دقیقا همین یخچال را بخرید چطور؟ عواقب ریسک نخریدن آن یخچال نیز قدرتی است که میتواند در اختیار شما یا طرف مقابلتان باشد. بیایید این مثال را ادامه دهیم. شما نزد فروشنده می روید و از قدرت تجربه استفاده می کنید. برادر من دقیقا همین یخچال را خرید و از شما تخفیف گرفت. یا قدرت تخصص و مدرک من در زمینه یخچال تخصص دارم این هم کارتم و این یخچال بیش از حد گران است احتمالا اگر فروشنده با تجربه باشد با قدرت مشروعیت و قانون وارد عمل می شود معمولا به تابلو قیمت ها است اشاره می کند اکثر افراد تسلیم این قانون مکتوب می شوند در حالی که اگر فردی را پیدا کنید که قدرت و اختیارات کافی داشته باشد به راحتی می توانید تخفیف بگیرید مهم نیست که قدرت واقعی مذاکره ایتان چقدر است مهم این است که فکر می کنید چقدر قدرت دارید و اینکه طرف مقابلتان چه برآوردی از قدرتتان دارد قدرت شدیداً وابسته به تصور دو طرف است در این بوکلایت درباره برخی از قدرت هایی که در اختیار دو طرف مقابل در مذاکره است صحبت کردیم. در بوکلایت بعدی به چند قدرت دیگر اشاره می کنیم. بوکلایت شماره پنج شرایطی ارائه دهید که طرف مقابل نتواند نبگوید ولی مواظب باشید که این تاکتیک علیهتان استفاده نشود. تصور کنید همچنان میخواهید در هایپرمارکت یخچال بخرید. از چه قدرت هایی می توانید استفاده کنید تا شانس تخفیف گرفتنتان افزایش یابد؟ به جای اینکه از ابتدا به سراغ مدلی که می خواهید بروید، می توانید از فروشنده بخواهید تا تمام یخچال های موجود را به شما نشان دهد. تا می توانید سوالات تخصصی بپرسید او را مجبور کنید تا دفترچه راهنمای مدل های مختلف را باز کند و به دنبال پاسخ سوالات بگردد. بعد به او بگویید که باید راجع به این موضوع بیشتر فکر کنید. روز بعد با برادرتان به مغازه بازگردید و دوباره از فروشنده بخواهید تا همه مدل ها را به شما نشان دهد چون برادرتان یخچال شناس است. بعد از همه این صحبت ها و زمانی که فروشنده صرف کرده یا به عبارتی هدر داده است به نظرتان احتمال اینکه به شما تخفیف بدهد بیشتر نیست مطمئنا همینطور است به خاطر اینکه او چندین ساعت از وقتش را روی شما سرمایه گذاری کرده و برای اینکه بتواند یخچال را بفروشد احتمالاً به شما تخفیف خواهد داد اگر طرف مقابل را مجبور به سرمایه گذاری روی مذاکره کنید، تمایل او به امتیاز دادن به شما بیشتر می شود. از طرف دیگر اگر با خانواده به مغازه می آمدید، اگر فروشنده زیرک بود احتمالا سعی می کرد تا یخچال را به آنها بفروشد. نام این تاکتیک تعهد است. وقتی همسر و فرزندانتان عاشق یخچال خاصی شوند، فروشنده خوب میداند که شما تقریبا باید آن یخجال را بخرید. در این مورد این شما هستید که باید کوتاه بیایید تا معامله جوش بخورد. نه او. بنابراین در هر موقعیتی که چندین نفر در طرف مذاکره شما هستند، باید مطمئن شوید تمام افراد به هدف مشترک متحد هستند تا تصویری یکسان ارائه کنید. در مثال ارائه شده یعنی قبل از اینکه وارد مغازه شوید با خانواده تان در مورد هدف مشترک خود صحبت کنید. در این بوکلایت چند مورد دیگر از قدرت در اختیار دو طرف مقابل در مذاکره را توضیح دادیم. در بوکلایت بعدی به اهمیت اطلاعات در موفقیت در مذاکره می پردازیم. بوکلایت شماره 6 اطلاعات بیشتر احتمال موفقیت در مذاکره را به شدت افزایش می دهد. اگر نیازها، محدودیتها و موعد مقرر طرف مقابل در مذاکره را بدانید، همیشه نسبت به طرف مقابل در موضع قدرت قرار دارید. شما می توانید با اقدام سریع این اطلاعات را جمع‌آوری کنید. اکثر افراد فکر می کنن مذاکره اتفاقی است که در زمان و مکان مشخصی رخ می دهد. مثل زمانی که با رئیستان برای افزایش حقوق ملاقات می کنید. در حقیقت هر مذاکره یک فرایند است و این فرایند مدتها پیش از نشستن سر میز مذاکره شروع می شود. قبل از ملاقات با رئیستان می توانید در مورد بودجه حقوق سال آینده پرسجو کنید و ببینید که آیا امکان افزایش حقوق وجود دارد یا خیر. همچنین می توانید از همکارانتان بپرسید که برخود رئیستان در مواجهه با درخواست افزایش حقوق چگونه است. علاوه بر آمادگی کامل، می توانید در همان ملاقات نیز با پرسیدن سوالات زیاد اطلاعات زیادی کسب کنید همچنین بعضی از افراد در مذاکره خود را اندکی کندذهن جلوه دهند تا طرف مقابل اطلاعات بیشتری را بیان کند مخصوصا وقتی که طرف مقابلشان یک متخصص است می توانید با مجبور کردنشان به توضیح چند باره یه تک تک موارد به ساده ترین شکل ممکن برتری آنها را از بین ببرید فاش کردن اطلاعات مربوط به خود موضوعی دو طرفه است. ممکن است طرف مقابلتان تعدادی از محدودیتهایش را بیان کند، اما در عوض انتظار چنین کاری از شما نیز داشته باشد. در نتیجه باید مواظب باشید که چگونه اطلاعات مربوط به خود را فاش می کنید. به عنوان مثال وقتی به طرف مقابلتان امتیاز می دهید، به طور همزمان اطلاعاتی درباره محدودیت های واقعیتان در مذاکره به اشتراک میگذارید. فرض کنید به عنوان پیشنهاد اولیه 500 هزار تومان برای یخچال پیشنهاد می کنید و فروشنده با عصبانیت سرش را تکان می دهد. اگر بلا فاصل پیشنهاد دو میلیون تومانی بدهید، فروشنده متوجه می شود که احتمالا شما حاضرید قیمت بیشتری نیز پرداخت کنید. اما اگر پیشنهاد بعدیتان 600 هزار تومان باشد فروشنده دیگر چنین تصوری ندارد در این بوکلایت به اهمیت اطلاعات در موفقیت در مذاکره پرداختیم در بوکلایت بعدی اهمیت مهلت نهایی یا موعد مقرر برای دو طرف مذاکره را بررسی می کنیم بوکلایت شماره 7 مهلت نهایی یا موعد مقرر می تواند بر مذاکره تأثیر بگذارد اما این موعد ها را قطعی نپندارید زمان نقشی کلیدی در مذاکرات ایفا می کند همانطور که دانشجویان معمولا پروژه هایشان را در دقایق و ساعت پایانی انجام می دهند سرعت پیشروی مذاکرات نیز در نزدیکی موعد مقرر بیشتر می شود فرض کنید مهلت نهایی طرف مقابلتان ظهر امروز است ولی شما موعد مقرر دقیقی ندارید و اگر مذاکره هفته ها نیز به طول بیانجامد مشکلی برایتان پیش نمی آید فکر می کنید در این موقعیت چه کسی دست برنده را دارد مطمئنا دست برنده با شماست زیرا هرچه به مهلت نهایی طرف مقابلتان نزدیکتر می شوید او باید کوتاه بیاید و به شما امتیاز بدهد تا به توافق برسید. یک بار هرب کوهن نویسنده ی کتاب میخواست در ژاپن از طرف کارفرمایش در مورد موضوعی مذاکره کند. میزبانان او اصرار داشتند که ابتدا وی مهمان پذیری و فرهنگ ژاپن را کاملا تجربه کند. و مذاکرات جدی تنها در آخرین روز اقامت دو هفته وی شروع شد. نویسنده که نمیخواست دست خالی به وطن خود برگردد مجبور شد در مسیر رفتن به فرودگاه به آنها امتیاز بدهد و توافق انجام گیرد نقطه ضعف او منجر به چنین شکستی شد هر وقت در مذاکره به مهلت نهایی نزدیک شدید و تحت فشار قرار گرفتید در آرامش به این بیاندیشید که رعایت نکردن این مهلت چه عواقبی در پی دارد سپس تصمیمی آگاهانه بگیرید که آیا باید مهلت نهایی یا موعد مقرر را نادیده بگیرید یا خیر. همچنین باید این موضوع را در ذهن داشته باشید که طرف مقابلتان نیز همیشه مهلت مشخصی دارد و با نزدیک شدن موعد مقررشان احتمالاً بیشتر به شما امتیاز خواهند داد. در این بوکلایت درباره اهمیت مهلت نهایی دو طرف در مذاکره صحبت کردیم. در بوکلایت بعدی به اهمیت شخصی کردن مذاکره به گونه درست می پردازیم. بوکلایت شماره 8 مذاکره را با شیوهی درست شخصی کنید. اگر بتوانید در مذاکره کاری کنید که طرف مقابل شما را شخصا بشناسد و مذاکره را شخصی کنید احتمال موفقیتتان بیشتر می شود. این کار می تواند به همین سادگی باشد. رفتار خوب داشتن و در مجموع دوست داشتنی بودن. اما برخی از مذاکره کنندگان ماهر با نقش فردی ضعیف را بازی کردن سعی می کنند طرحم طرف مقابل را برانگیزند. به عنوان مثال اگر پلیس راهنمایی و رانندگی شما را متوقف کند اگر نقش گردشگری را بازی کنید که راه خود را گم کرده و بغز در گلویش گیر کرده است موقعیت بهتری دارید تا اینکه نقش فرد مغروری را بازی کنید که عجله دارد دوست داشتنی بودن قدرت بزرگی در مذاکرات است و حتی می تواند بر منطق نیز غلبه کند در برخی از دادگاه های آمریکا هیئت منصفه با وجود مدارک محکم و مستند اشخاص را عفو می کنند. فقط به این خاطر که دادستان آدم دلپسندی به نظر نمی رسد. به همین صورت اگر از فروشنده مغازه خاصی خوشتان بیاید، احتمالا دفعه بعد نیز از آنجا خرید می کنید. حتی اگر قیمت اجناسش از مغازه بغلی گرانتر باشد. یکی از شیوه های بد شخصی شدن شوخی های نامناسب و توهین به طرف مقابل است اگر این اتفاق در خفا بیفتد احتمالاً برای رفتار بدتان باید به او امتیاز بدهید تا توافق صورت گیرد اگر این اتفاق در جمع بیفتد شما وجهه طرف مقابل را خراب می کنید و به احتمال بسیار زیاد دشمنی خونی برای خود می سازید. یعنی نه تنها با اندیشه‌ای که شما نماینده آن هستید بلکه با خود شما به عنوان یک فرد نیز مخالف است وقتی دشمنی خونی برای خود می‌سازید احتمالاً آن فرد به دشمنی با شما ادامه می‌دهد و از هر فرصتی برای صدمه زدن به شما استفاده می‌کند بهترین راه برای شخصی ماندن حفظ رفتاری آرام و صمیمی با حفظ احترام است سعی کنید تصور کنید که از طرف فرد دیگری مذاکره می کنید. این کار باعث می شود که از لحاظ احساسی درگیر مذاکره نشوید. در زندگی بیش از چیزی که فکر می کنیم درگیر مذاکره هستیم. به همین دلیل باید اصول و نحوه صحیح مذاکره را بیاموزید. نتیجه هر مذاکره ای در درجه اول بر قدرت، زمان و اطلاعات طرفین مذاکره بستگی دارد اگرچه بعضی از مذاکره کنندگان سعی می کنند به هر قیمتی برنده شوند اما رسیدن به مذاکره ای که در پایان آن طرف این راضی باشند کاملا شدنی است پرسش هایی که در این بوکلایت ها به آنها پاسخ داده شد مهارت های مذاکره چه اهمیتی دارند می توان بر سر اکثر چیزها مذاکره کرد پس باید اصول و نحوه صحیح مذاکره را یاد بگیریم. چه هایی برای مذاکره وجود دارد؟ از مذاکره به سبک شوروی بپرهیزید. آنها مذاکره را با میدان نبرد اشتباه می‌گیرند. زمانی که نیازهای همه افراد شناسایی و هماهنگ شود، می‌توان مذاکرهای مبتنی بر همکاری و برد برد داشت. چه عواملی بر نتیجه مذاکره تاثیر می‌گذارد؟ برای داشتن مذاکره ای موفق باید از قدرت که در اختیار دارید استفاده کنید شرایطی ارائه دهید که طرف مقابل نتواند نه بگوید ولی مواظب باشید که این تاکتیک علیه خودتان استفاده نشود اطلاعات بیشتر احتمال موفقیت در مذاکره را به شدت افزایش می دهد مهلت نهایی یا موعد مقرر می تواند بر مذاکره تأثیر بگذارد اما این موعدها را قطعی در نظر نگیرید. مذاکره را به گونه ای درست شخصی کنید. مدیاکده مرجع کامل کتاب‌های صوتی روز دنیا اگر از این سب ویدیو خوشتون میاد لطفا کانال ما را سابسکرایب کنید و دکمه زنگوله کنار آن را فشار دهید